سلام به شما دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی. با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از توهین دیگه ای از مجری معروف صدا و سیما که در این روزها معروف شده به اسکل نظام، که در مورد آقای فردوس کاویانی و دین ایشون حرفهای توهین‌آمیزی زده. با ما همراه باشید. لطفاً از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدید ما با خبر بشید. اسم محمد رضا شهبازی چند ماهیه که به خاطر توهین‌ها و حرف‌های بی‌ربطش بر سر زبان‌ها افتاده. اون از اون دسته از چهره‌های تازه ظهور کرده در صدا و سیماست که نامش در کنار افراد منفوری مثل فروغی میاد. در واقع اون منتسب به همون گروه جلیلی و جبلیه، بخشی از پروژه خالص‌سازی در صدا و سیما که یک گروه سیاسی قدرتمند پشتشه. شهبازی در ماه‌های گذشته در توییتر، تلگرام و اینستاگرام با انتشار حرف‌های توهین‌آمیزی نسبت به افراد مختلف مثل دانشمند بزرگ ایرانی فیروز نادری، باعث به وجود آمدن جنجال‌ها و واکنش‌های بی‌سابقه از سمت مردم و کاربران فضای مجازی شده. بعد از خبر بازگشت محمد رضا گلزار و رضا رشیدپور به صدا و سیما، حرف‌های جنجالی زد و ویدیویی منتشر کرد و ابراز ناراحتی کرد و حتی دتی بعد استعفا داد. اما با انتشار این خبر که اون دو نفر از برگشتن به صدا و سیما صرف نظر کردن و مسئولان شهبازی رو برگردوندن، این فرضیه که گروه‌های سیاسی قدرتمندی پشت این گونه مجری‌ها و افراد هستند قدرت زیادی گرفت. حالا هم در پی انتشار خبر فوت بازیگر قدیمی و خوب ایرانی آقای فردوس کاویانی که در فیلم‌ها و سریال‌های خاطره‌انگیز ایرانی نقش‌آفرینی درخشانی داشتند، باز همین مجری توییت جنجالی زده و درباره فردوس کاویانی حرف‌های توهین‌آمیزی زده. این مجری پرحاشیه به دین و مذهب آقای کاویانی که از پیروان دین زرتشت بوده اشاره کرده و نوشته فردوس کاویانی درگذشت، خدا رحمتش کنه، زرتشتی بود، اما انشالله به خاطر لحظات خوشی که برای ما ساخت امیرالمومنین با روی گشاده ازش استقبال کنه که فرمود و من یم تو یرنی. این توییت با واکنش‌های تند زیادی مواجه شد و انتقاد کاربرانی رو به دنبال داشت که معتقدند لزومی به اشاره به دین و مذهب این بازیگر بزرگ نبوده. این توییت شهبازی حتی در مواردی اعتراض برخی کاربران مذهبی و به اصطلاح حزب اللهی رو هم بلند کرده. عطاالله مهاجرانی وزیر ارشاد دولت محمد خاتمی هم به توییت محمد رضا شهبازی واکنش داد و نوشت زرتشتی بود اما نداریم، اسلام آیین یهود و مسیحیت و زرتشت و صابئین رو به رسمیت میشناسه و اهل نجات میدونه و به کلمه سوا که توحید است فرا میخونه. آیین زرتشت دینی توحیدی و موجب افتخار ایرانیان است که چند هزار سال پیش از اسلام چنان آیین الهی و معنوی و توحیدی عرضه کرد. بعد از این نوشته توهین‌آمیز محمد رضا شهبازی در مورد آقای فردوس کاویانی بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون، بعضی بازیگران و نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی هم در مراسم خاکسپاری این بازیگر از زرتشتی بودن ایشون دفاع کردند. اسفندیار اختیاری نماینده ایرانیان زرتشتی در مجلس شورای اسلامی در مراسم خاکسپاری آقای فردوس کاویانی گفت که آقای کاویانی یک ایرانی زرتشتی بود و اما هم نداشت. پژمان بازقی رئیس انجمن بازیگران خانه سینما هم که در آژانس دوستی با آقای فردوس کاویانی سالها پیش همبازی بوده، در مراسم خاکسپاری آقای کاویانی به زرتشتیان ایران تسلیت گفت و تاکید کرد که به احترام اونها پیرهن سفید پوشیده. توی هفته‌های اخیر هم این مجری حکومتی با انتشار ویدیویی از رونا کیونسی، بازیگر سابق ایرانی که چند سالی در آمریکا ساکنه، حرف‌های توهین‌آمیزی به این بازیگر و به همه مخالفان حکومت جمهوری اسلامی زد. کاسبی اینا رو ادامه بدیم. این فیلم رو ببینید. خانم رونا کیونسی از بازیگران سابق داخل ایران که رفتن اون ور، اینا 10 سال پیش البته رفتن. و اومدن یکم میگن که به من پول بدید. تنها با دونیت کردن پول یک
لیوان کافی در کافی که در روز مصرف میکنید یه دونه کافی رو دونیت کنید. توی مسیر احتیاج داریم به کمک همتون. اینجا الان زمانیه که شما باید حمایت واقعی خودتون رو نشون بدید. حالا نمیگم زیاد، با $2 میگه $2 بدید، نفری $2. کم کم میام میگن 10 سنت پول یه کیک. الان میگه پول یه دونه قهوه‌ای که میخورید و بدید ما اینجا براندازی کنیم. بدید بابا پول بدید، بالاخره مثل اون آخوندی لباس میخوان، نمیدونم چی میخوان، شراب میخوان بخورن، پول اینا رو بدید. ای بیچاره اپوزیسیون به چه روزی افتاد. توی هفته های اخیر هم این مجری حکومتی که از تمام برنامه هاش میشه این مسئله رو متوجه شد که همه حرف هاش در جهت حکومتی بودنشه، که سعی میکنه چاشنی طنزی هم با حرف هاش قاطی کنه و برنامه هاش رو در جهت طنز پیش ببره، اما به قول خیلی ها بیشتر باعث زده شدن بینندگان از صدا و سیما شده. این مجری حکومتی که همیشه جنجال های زیادی در فضای مجازی به پا کرده و حرف هایی که زده همیشه عواقب زیادی براش داشته، حالا این روزها این مجری حکومتی در مورد خانم یاسمین مقبلی که به عنوان سرپرست یک تیم از طرف ناسا به فضا رفتن و باعث افتخار آفرینی نام ایرانی ها شدن حمله کرده و در مورد ایشون حرف های ناشایستی زده و مثل همیشه حرف های بی ربط و بی سر و تهی زده. محمد رضا شهبازی توی برنامهش گفت یه خبری منتشر شده چند وقتیه که ناسا داره یه تعدادی رو میفرسته فضا، سرپرستشون هم یه خانم ایرانی تباره به نام یاسمین مقبلی، که این باعث شده خیلی ها کف و خون قاطی کنن که وای زن ایرانی رو ببین به کجا رسیده. یه عکسی هم منتشر شده با بچه‌هاش که بچه‌هاش اومدن توی لباس فضایی دارن بغلش میکنن، چه داستان سرایی هایی میکنن که زن ایرانی هر جا باشه موفق میشه و این حرفا. این بنده خدا از ایرانی بودن فقط یه ژنش داره، اصلا ایران نیومده تا حالا، تو آلمان به دنیا اومده بعدم رفته آمریکا، هیچ ربطی هم به زن ایرانی و ایرانی و این حرفا نداره. حالا اگه دوست دارید خوشحال باشید خوشحال باشید، بعدم اینکه اصلا ایشون عضو ارتش آمریکاست، یعنی نظامیه. فکر نکنید رفته دانشگاه درس خونده مهندس شده، نه هیچی نیست، توی جنگ‌های مختلفی شرکت کرده، توی بیشتر از 100 تا عملیات نظامی توی افغانستان شرکت کرده، خلبان بوده، زده کلی آدمو کشته، با افتخار هم میگه و حالا شما دوست دارید که بهش افتخار کنید افتخار کنید، که این میره اون بالا دوست دارید افتخار کنید، ولی هیچ ربطی به ایران و ایرانی و اینا نداره. یه سرباز خونریز و ظالم ارتش ظالم آمریکا بوده که کلی آدم رو کشته، الانم چون شماها دوست دارید خوشحال بشید اینا گذاشتن که بره فضا، شماها هم خوشحال باشید باهاش برید فضا. ممنونم که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.